نویسنده مهسا خسروی. در آن روزگار قیصر روم 3 دختر ماهروی و شایسته داشت و آیین آنجا چنین بود که چون شاهزاده خانم بسن زناشویی می رسید، قیصر بزرگان و نامداران کشور را به کاخ فرا می خواند و انجمن می آراست و دختر شوی دلخواه خود را از میان آن بزرگان بر می گزید. کتایون دختر بزرگ شب در خواب خود جوانی بیگانه را دیده بود که با قد چون سرو و روی چون ماه در انجمن نشسته و خودش دست گل را به او میپذیرد و کتایون همان زمان دل به آن جوان رویایی سپرده بود. از آن سو قیصر انجمن برپا کرد تا کتایون شوی دلخواه خود را از آنجا برگزیند و همه نامداران و بزرگان را در کاخ گرد آورد. آن پریچهر گل به دست همراه با ندیمه هایش در آن انجمن گشت و یک یک آن بزرگان نگاه کرد ولی هیچ کدام را نپسندید و غمگین و گریان با سراپرده خود بازگشت. قیصر بار دیگر ضیافت بزرگ آراست و همگان را از مهتر و کهتر به کاخ فراخواند تا مگر کتایون جفت شایستهی برای خود بیابد. از سوی دیگر آن کت خدای خردمند نیز با گشتاسب گفت تا از این گوشه نشینی دست بردارد و در انجمن شرکت جوید تا مگر زمان سرش گرم و دلش شاد شود. گشتاسب نیز پذیرفت و به کاخ رفت و در کنار نشست که تایون با ندیمه هایش وارد انجمن شد و به هر سو نگریست و ناگهان چشمش به گشتاسب افتاد و آن را به خواب دیده بود. به بیداری یافت و بیدرنگ او را به شوهری برگزید. قیصر از این گزینش سخت به خشم آمد و برخروشید که چنین دامادی بیگانه و بی اصل و نسب مایه ننگ و سرافگندگی من است. اما بزرگان او را پند دادند و گفتند این آیین نیاکان است و سرپیچی از آن خوش یمن نیست. خب این بود این قسمت از داستان. این که آیا مراسم عروسی و ازدواج برگزار می شود یا خیر در قسمت بعدی می بینیم که قیصر کتایون را به گشتاسب می دهد یا نمی دهد و اگر بدهد آیا شرطی به او می گذارد یا خیر. پس منتظر قسمت بعدی باشید. لطفا نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکردید، لطفا چینل را همچنان سابسکرایب، ویدیوها را شیر و لایک نمایید. بدرود.